حاجی من یه بار دیگه اون آهنگ بالاست فدایی رو شنیدم و یه سری تیکه های پراکنده میندازه، ولی بازم اون دیسی که مثلا وحشی باشه نیست، حقیقتا نیست. یعنی میشه اگر بخوای با دقت بشنوی و متنش جدوت باشه یه سری چیزها رو به یه سری چیزهای دیگه ربط بدی، اما اینکه مستقیم بیاد مثلا بگه فلان 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 نه. و این از فدایی عجیبه، یعنی فدایی رو من حداقل با این روش دیس کردن میشناختم که بگیره رو طرف کلا قهوه‌ای کنه، نه اینکه یه تو فرم مثلا دیس آل یه ترک بده و اونم همچنان به نظر من پوری قوی تر زده. حالا باید ببینیم که ادامه دار میشه یا نه، هرچند بازیرم باز به نظر من اونور برده، چون زیر 24 ساعت نه، الان بعد 2 هفته 3 هفته ترک داده. بریم حالا بلندتر که بهش میخوره، یه نماز جماعته که با لگو ساخته شده. آره بریم بلنگوهای مسجده. عشق آسمانی چند تا جمجمه سوراخ، من شک دارم به معجزه موسا. پشمام چه فلوی فلو و بیت جمعه سوراخ، من شک دارم به معجزه موسا. حس میکنم سر رفته حوصله بودا، تو گوش گرد نمیره روزه یه روبا. تو گوش گرد نمیره روزه یه روبا، این میتونه مثلا تیکه به اون ترک گله حسین و حمید صفت و پوری باشه. نه لم دادم توی بنز، البته میتونم سیاسی باشه روزه و این داستانا. گرد نمیره روزه یا یه روبا، لم دادم توی بنز بی کلاس، بیت و سینه چاکه میلرز شیشه ها، یه کبریت روشنم و اینجا که گفت بیت میخوره که بیشتر سیاسی باشه این ترک. لم دادم توی بنز بی کلاس، بیت و سینه چاکه میلرز شیشه ها، یه کبریت روشنم ولی زیر کاه، خود محمدم ولی بی کتاب. چرا چادر میکشن رو کبه مگه خدا لو چه؟ ایول چه سویی چیزه؟ محمدم ولی بی کتاب. چرا چادر میکشن رو کبه مگه خدا لخته، تو خاکی که شما بمیرین نمیدن کلا قنچه، چه که بی محل میدن به مل تو خاکی که شما بمیرین نمیدن گلا قنچه. نزدیک دهه فرش هستیم، از قنچه چی میروید؟ آره همون. تو خاکی که شما بمیرین نمیدن کلا قنچه، چه که بی محل میدن به ملت، آخه دعا مفته، مردم تو پراد بمیرن که شما بشینید پشت پشه. بلندتر از برجاتونه صدای مردم، حریف ما نمیشی کلاش دست و جناب سردو. بلندتر از برجاتونه صدای مردم، حریف ما نمیشی با کلاش دست و جناب سردو. گرفتن با کتاب آسمونی خاکو، ما دو بیت حافظ بسمون کاکو. ربطش بدیم به دیس که مثلا پوری گفته بود بیا برات گرفتم یه فال حافظ خاکو. تا گرفتن با کتاب آسمونی خاکو، ما دو بیت حافظ بسمون کاکو. دنیا ماشینه که با خون پر میکنه باکو، ولی شیطونه همه امام داره آتو. یه جوری سین کلیت ترک سیاسی میخوره، نمیتونم بگم که مثلا شیطون زارن مثلا فداییه توی چند تا ترک به عنوان شیطان یاد شده، بعد خب امام که مثلا میگه دارم از همه امام آتو، یه جورایی مثلا بوی حسین و این داستانا رو میده، ولی فکر نمی کنم. یعنی این جوریه که بخوای ازش از ماست مو بکشی به زور، و
وگرنه نه، واقعا نه، تای دلم نیستش که اینا دیس باشه اصلا. نمیزنن که انگار با حسین داشتن عکس تکی نمیزنن، ولی شیطونه همه امام داره آتو، یه جوری سینه میزنن که انگار با حسین داشتن عکس تکی. طوری تاریخ تحریف میشه که در میره فنر تخت جمشی. شربت سلواتی مال شما ستونم، این چه فلویه اومدی رو کردی؟ تو یه زمانی رنده میکردی هر کی میگفت بالا چشت ابروه، الان کجاست اون فدایی؟ کجاست اون فدایی که ما میشناختیم؟ مدامو میگیره مکل فساد، جوری زخمی میکنیم با نوک مداد که عمیق تر برش کارت. اگه جهنم جا نباشه بهش نمیریم، میخوابیم رو پل صراط. همیشه صورت دین پنهونه مثل نیمه یه تاریک کره ما. بلندتر از برجاتونه صدای مردم، حریف ما نمیشی با کلاش دست و جناب سردو. بلندتر از برجاتونه صدای مردم، حریف ما نمیشی با کلاش دست و جناب سردو. دو تا ترک دادی، مجموع دو تا ترکات 5 دقیقه به زور میشه. 5 دقیقه نمیشه، 2:20، 2:30، 4:50. یکی از دیت ترکای پوری 4:50 بود. متاسفانه فدایی رو از دست دادیم اسم میکنم و دیگه اون فدایی وحشی خودمون رو نداریم و الان این چیزی که داریم میبینیم و میشنویم بیشتر یه موزیک جناحیه و بیشتر به سمت سیاسی گرایش داره تا اینکه مثلا رپی و هیپ‌هاپی باشه. واقعا نه، واقعا یعنی بخوایم تعصب رو بذاریم کنار، نه. یعنی شاید یکی از دلایل این آهنگ اومدن، دو سه روز پیشم باز شاپور آهنگ داد، فید کردن آلبوم فیل پوری باشه، ولی حس میکنم دقیقا داره برعکسش عمل میکنه، چون حداقل پروداکشن فیل خیلی قوی تر بوده، مثلا توش چند تا موضوع مختلف بهش پرداخته، مثلا باز اگر تیکه هم انداختن تیکه درست حسابی تر و مستقیم تری نسبت به این دوتا ترک فدایی. حالا باید ببینیم که ترک شاپور چیه. شاپور دراویش اسم ترکش. میریم اونم میشنویم، اونم ببینیم. خیلی چاکریم. نظرتون توی کامنت ها بدون تعصب بنویسین، خوشحال میشیم. قربان شما مستر. چک.